به نام خدا، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، و به نام پیوند دهنده قلب ها. ثمره عمر آدمی یک نفس است، وان نفس از برای یک هم نفس است. گر نفسی با نفسی هم نفس است، آن یک نفس از برای عمری بس است. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همسران عزیز و گرامی، و خوشحالم که سفر زندگی رو با پرپ با هم شروع میکنیم. امیدوارم که در پایان این سفر شما خوشنود و راضی باشید و من نیز شادکام و خوشحال. خیلی دوست دارم که با یک جریان شنیدنی از تجربیات خودم شروع بکنم. در طی 25 سال تجربه مشاوره‌ای که دارم، خب در تهران مدارس و مراکز علمی و دانشگاهی زیادی دعوت می‌کردن منو برای سخنرانی. در طی سخنرانی‌هایی که داشتم، شاید سالیانه بیش از 200 سخنرانی، تو این سخنرانی‌ها معمولاً در ابتدا یا انتهای سخنرانی من یه سوالی رو مطرح می‌کردم، و اون سوال این بود که اگر شما برگردید به دوران قبل از ازدواجتون، آیا باز هم با همین فردی که الان باهاش ازدواج کردید ازدواج خواهید کرد یا همسر دیگری اختیار خواهید کرد؟ خب تعداد انگشت شماری از آدم‌ها اظهار می‌کردن که یا دستشون رو بالا می‌بردن که ما اگر برگردیم به دوران قبل از ازدواجمون باز هم با همین فرد ازدواج میکنیم، و بعضی ها میگفتن که ما اگر 1000 بار هم برگردیم به دوران قبل از ازدواجمون باز هم همین فرد رو انتخاب خواهیم کرد، اما بدون این فرد نمیتونیم زندگی بکنیم. اما بیش از 90% مردم و خانواده ها راضی نبودن و اعلام میکردن که ما اصلا ازدواج نمیکردیم اگر برگردیم به دوران قبل از ازدواجمون. خب چه اتفاقی میفته؟ چرا آدم‌ها در ابتدا این رضایت رو دارن و راضی هستن؟ در ابتدای زندگی خب خیلی دوران شکوفایی و شور و عشق و میتو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شعرهای خیلی قشنگی از منابع مختلف، آهنگ‌های مختلف که نمیتونن بدون طرف زندگی بکنن. اما بعد از مدتی شما میبینید که این عشق افول میکنه، افت میکنه، و زندگی شرایط عادی پیدا میکنه و یک نواخ میشه، و زوجین دیگه اون عشق و دلدادگی که قبلا با هم داشتن دیگه اون حالت رو ندارن. چرا این اتفاق میفته؟ مگه ما ازدواج نمی کنیم برای اینکه از زندگیمون لذت ببریم، برای اینکه شاد باشیم، برای اینکه عشق بیشتری رو دریافت کنیم، آرامش بیشتری داشته باشیم و به نیازهامون پاسخ بدیم؟ اما چرا این اتفاق میفته؟ مگه ما ازدواج میکنیم برای اینکه بجنگیم؟ ازدواج میکنیم برای اینکه مشاجره کنیم، دعوا کنیم، بحث کنیم، قهر کنیم؟ مگه ما دنبال اینها هستیم؟ اما چرا اکثریت افراد در طی مسیر زندگی دچار افت رضایت میشن؟ تحقیقاتی که سوزان هارتر اگر اشتباه نکنم انجام داده 1980، در اول سال آشنایی میزان رضایت زوجین رو مورد بررسی قرار میده، ببینه که اینها در سالهای اول آشنایی چقدر رضایت دارن از هم دیگه. تحقیقات نشون میده که در سال اول 100% زوجین از ارتباطشون رضایت دارن، راضی هستن، میزان رضایت 100%، عالی. 3 سال بعد همین تحقیقات رو ادامه میده و از همین نمونه آماری دوباره تست مریتال ساتیسفکشن یا رضایت زناشویی رو میگیره و میبینه که فقط 25% افت داشته، یعنی 75% راضی هستن، 25% دیگه رضایت ندارن از ارتباطشون. 7 سال بعد دوباره همین تحقیقات رو ادامه میده با همین افراد، میبینه که میزان رضایت به 50% کاهش پیدا کرده، فقط 50% افراد رضایت از ارتباطشون دارن. 13 سال بعد
75% ناراضی هستن، فقط 25% راضی هستن. 20 سال بعد همین تحقیقات رو انجام میده و این افراد فکر میکنه که میزان رضایت چقدر باشه؟ 0%. این فاجعه است. چرا این اتفاق میفته؟ چرا باید بعد از 20 سال چیزی حدود 0% افراد از زندگیشون رضایت داشته باشن؟ خب ما باید ببینیم که چرا این اتفاق میفته، دلایل ریشه‌ای بنیادی و علمی این ماجرا چیه. خب تحقیقاتی که انجام شده، یکی از مهمترین دلایل عدم رضایت زوجین رو بحث آموزش میدونن. از وزیر اقتصاد ژاپن پرسیدن که چطور شد که شما در طی 20 سال کشورتون شکوفا شد؟ 3 بار تکرار کرد که آموزش، آموزش، آموزش. آموزش معجزه میکنه. This is a miracle. یک معجزه است، یک جادویه توی علوم انسانی. و حتی میگفتن که وزیر اقتصاد ژاپن، امپراتور ما هم هیچ غروری نداره و میاد در کلاس‌های آموزشی میشینه و یاد میگیره. بنابراین تراوت زندگی در یادگیریه و وقتی که شما ذهنتون بسته میشه و یادگیری رو متوقف میکنید، مرگ شما و مرگ زندگی شما فرا میرسه. خب پس رمز موفقیت زوجین موفق در دنیا چیه؟ آموزش، یادگیری. و این اشتباه بزرگیه، یک افسانه عشقیه که ما فکر کنیم وقتی که ازدواج کردیم به خاطر عشقی که بین ما وجود داره، این عشق اونقدر قدرت داره که بتونه رابطه ما رو حفظ بکنه و یک رابطه زیبا و رویایی بسازه. اصلا اینطوری نیست. عشق به قول آرون تیبک میگه عشق هرگز کافی نیست. ما باید تلاش کنیم برای زندگیمون. یعنی شما وقتی یک پیوندی رو با هم آغاز کردید و تعهدی به هم دادید، فکر نکنید که این تعهد پایدار میمونه. اون تعهد رو باید بسازید، باید تلاش کنید که این تعهد پایدار بمونه. با چی؟ با مطالعه کردن، با شرکت کردن در کلاس‌های آموزشی، با مشاوره رفتن، با فکر کردن، با فیلم دیدن، با بحثایی که با هم دیگه خواهید داشت، تکالیفی که روانشناس مشاور به شما میده. باید زندگیتون رو تلاش کنید بسازید. زندگی مثل پرواز در آوردن یک هواپیماست. خیلی ها این هواپیما رو به پرواز در میارن، اما چون بلد نیستن، مهارتش رو ندارن، از اون بالا با کله میکوبنیستن. خب کی به زوجین اجازه میده که اینها تشکیل زندگی بدن؟ کی به زن و شوهرهای دنیا این سرتیفیکیت و این مجوز رو داده که اینها تشکیل خانواده بدن؟ مگه بلوغ فیزیکی کافیه؟ هرگز. باید تلاش کرد، باید این افراد آزموده بشن، پخته بشن تا زمانی که بتونن نیازهای همدیگر رو خوب پاسخ بدن و برآورده بکنن. زمانی که دو نفر آزمودن و آموزش دیدن، مچور هستن، با تجربه، ما هیچ مشکلی تو روابط نداریم. ازدواج دو آدم مچور، دو آدم با تجربه، دو آدم آزموده، آموزش دیده، مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. و حتی جالبه به شما بگم، یک آدم مچور، پخته و آزموده، آموزش دیده، با یک آدم ناپخته ازدواج میکنه، بازم ما مشکلی نداریم خیلی. باز هم یک طرف خیلی اذیت میشه، اما بالاخره طرف رو میسازه، درستش میکنه. البته خب خیلی زمان میبره، خیلی تلاش میکنه تا طرف رو بسازه، اما خودش واقعا داغون میشه، خودش واقعا اذیت میشه. ما یه دکتری داشتیم در محلمون، دکتر شاه حسینی، یه مریضی بود میآوردن پیشش. این مریض خیلی حالش بد بود، یه بچه 2 ساله بود که مادرش همیشه میآورد. اسم این بچه حسین بود. این دکتر شاه حسینی حسین رو مینداخت بالا، میگفت ای حسین، تا من بیام تو رو آدم کنم خودم خر شدم. یعنی ما زوجینی داریم که تو جلسات مشاوره میگن که من 13 سال با این مرد ساختم یا با این زن ساختم، پدرم در اومد درستش کردم، ولی الان دیگه خودم هیچ اعصابی ندارم، خودم داغون شدم، میگرن گرفتم، زخم ده گرفتم، خودم رو
خودم پیر شدم اما این آدم رو درستش کردم. خب باز هم به هر حال اون زندگی پایدار میمونه، اما مشکل و درگیری های بزرگ اونجاست که دو تا آدم ناپخته بیفتن به تنگ هم. چرا الان باید از 5 ازدواج دو تاش طلاق باشه و دو تاش هم طلاق عاطفی؟ چرا؟ برای که کسی هیچ آموزشی به ما نمیده. همینجوری انکه تو وزوج تو علی صداق المعلوم دوشیز خانم فلانی حاضری بعد ازدواجه، مثلا اسخر آقا اکبر آقا در بیای، عروس خانم میره گل میچینه میاد و بله رو میگه و به این ترتیب آن دو به هم رسیدن و تا آخر عمر زدن سرکله هم دیگه رو داغون کردن. پس باید آموزش دید. آموزش آموزش آموزش، یادگیری 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 نجات بخش زندگی ماست. باید تلاش کنید زندگی رو بسازید. زندگی در واقع مثل خرید یک ساختمون جدید میمونه که اگر بهش نرسی به زودی اون ساختمون سقف چیکه میکنه، لوله هاش میگیره. باید دائما به این ساختمون رسید و زیباش کرد، قشنگش کرد، طوری که هر کس وارد این ساختمون میشه لذت ببره. پس زندگی یعنی تلاش کردن، یعنی ساختن، یعنی حرکت کردن، یادگیری و آموزش. در این صورته که شما میتونید یک رابطه موفق به دست بیارید، وگرنه میشه حکایت اون آقا دامادی که روز اول ازدواجش داشت میرفت گل فروشی گل بخره، خبرنگار دید سلام چطوری آقا داماد، خوشحال سرشور از انرژی، انقدر حالش خوبه، در پوست خودش نمی گنجه. گفت چقدر همسرتو دوست داری؟ گفت من الان اصلا وقت مصاحبه ندارم، خیلی حالم خوبه، عاشق همسرم. گفت چقدر همسر؟ گفت انقدر دوست دارم که دلم میخواد درسته قورتش بدم. سال بعد این آقای داماد رو دوباره مجددا اون خبرنگار دید. یک سال بعد آقا دامادی که پارسال خیلی شیک و شلوار کراوات اتو کشیده، سرحال پر انرژی، این دفعه یقه کج و کوله، درب و داغون، حالش بد، نزار به هم ریخته، موها ژولیده، گفت که یادتونم پارسال با شما مصاحبه کردم، خب نظرتون چیه در مورد همسرتون؟ الان هم همونقدر دوستش دارید؟ یادتونه پارسال گفتید که انقدر دوستش دارم که دلم میخواست درست قورتش بدم؟ گفت آره کاش که همون پارسال قورتش دادم، تموم شده بود رفته بود. خب زندگی اینطوریه، اگر بهش نرسید، خب این همون افسانه عشقه که خیلی فکر میکنن همین که ازدواج کردن تمومه. و جالبه که وقتی میان پیش ما مشاوره، یک جلسه میان، پنج جلسه میان، انتظار دارن که یک دفعه زندگیشون متحول بشه. اصلا اینطوری نیست. باید خیلی زحمت کشید. با 5 جلسه، با 10 جلسه شما نمیتونید 30 سال 40 سال شخصیت رو کنفیکون بکنید. یک پروسه است. باید آموزش ببینید تا یاد بگیرید. باید تلاش کنید، صبور باشید، رو زندگیتون، رو خودتون کار کنید تا یاد بگیرید. خب حالا میخواییم وارد آموزش های پرپ بشیم، این سفر زندگی رو با هم آغاز بکنیم. حالا اگر آماده هستید میخواییم سفر زندگیمون رو با پرپ آغاز بکنیم. یک سفر بسیار شیرین، هیجان انگیز، سرشار از مهارت‌ها، فنون، علوم، و شما یاد بگیرید و یاد بگیرید و یاد بگیرید. البته که در پایان این 7 جلسه ما تازه در ابتدای راه هستیم. شما تازه متریال رو، اون مواد رو گرفتید، حالا باید کار کنید روی زندگیتون. اولین برنامه‌ای که با هم شروع خواهیم کرد، 5 کلید طلایی در روابط زن و شوهر هاست. خب 5 کلید طلایی رو شروع میکنیم. اولین کلید موفقیت در روابط زن و شوهر ها، Decide, don't slide، یعنی تصمیم بگیرید، فرار نکنید، لیز نخورید و از کنار مسئله عبور نکنید. حالا این خانم موسی میخواد ریسک کنه و زن آقا گربه بشه یا نه؟ واقعا چرا میخوای با من ازدواج کنی؟ مگه نمیگی من گربه هم تو هم موشی؟ خب این گربه میخواد دلی از ازا در بیاره. جدی باش، من راضیم به رضای خدا. هیچ گربه این محض رضای خدا موش نمیگیره. قبوله، اصلا میخوام یه شوهری بشم باب طبتون. چجور شوهری دوست داری؟ خشن، مقتدر، مهربون، سوسول، خوشگلی، بی‌حیا؟ یکی مثل خودم. تو چه جوری هستی؟ روشن فکر، شیک، دست و دلباز، مهربون، خوشگله. ما
به توافق نرسیدیم، خدافظ. من نیستم. شوخی کردم، ولی یه شرط داره. من اصلا لباس پوشیدنت خوشم نمیاد. عادت میکنم. این اولین کلید طلایی در روابط زن و شوهر هاست. یعنی چی؟ که ما اسلاید نکنیم، بلکه دیساید کنیم، یعنی از کنار مسائل عبور نکنیم و به مسائل خودمون به صورت جدی بپردازیم. ما زن و شوهرهایی رو میبینیم که از ابتدای زندگی یک سری مشکلات و تنشهایی رو با هم دارن، درگیریهایی رو با هم دارن. بعضی از این مسائل و مشکلات رو شما باید بگذرید ازش و شطور دیدی ندیدی، چون اهمیت زیادی نداره، ارزش زیادی نداره که شما بخواید برای اینجور مسائل وقت بذارید، انرژی بذارید، هی بخواید فکرتون و زندگیتون رو، احساستون و عمرتون رو بذارید روی این مسائل. اما یک دسته مسائل هستن که از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار هستن که شما باید به صورت جدی به اینها بپردازید. خب ما از کجا بفهمیم که این مسائل مسائل مهمن، اهمیت دارن یا مسائل خیلی پیش پا افتاده هستن؟ وقتی که به نتیجه اونها نگاه بکنیم میتونیم بفهمیم. حالا این مسئله حل بشه حل نشه چه اتفاقی میفته؟ اگر اون چیزی که تو میگی بشه، مثلا من میگم که شما از در اومدی تو کفشتو جفت کن، مثلا بذار تو جا کفشی، حالا این بشه نشه خیلی آسیب زیادی به زندگی ما نمیزنه. اما اگر تو مسئله مالیتون یه فردی ولخرج باشه و برنامه نداشته باشه، خب این آدم ممکنه که به زندگی لطمه بزنه. بنابراین زن و شوهرهایی رو میبینیم که از اول زندگی سر مسائل مالی با هم درگیرن. این میگه که چرا این خرج کردی؟ چرا این هزینه رو انجام دادی؟ باید این کار رو میکردی؟ پس اندازت کو؟ چرا همه مثلا خونه دارن، ماشین دارن، ما 20 سال از زندگی گذشته هنوز هیچی نداریم؟ راستن میگه. یعنی مسائل مالی یکی از 10 حوزه و ناحیه‌ای که زن و شوهرهای دنیا با هم می‌جنگن، فایت می‌کنن و درگیر میشن با هم دیگه. 10 حوزه هست که زن و شوهرهای همه دنیا با هم درگیر میشن. یکیش مسائل مالیه. پس مسائل رو ما به دو دسته تقسیم می‌کنیم. مسائلی که مهم هستن باید بهشون بپردازیم و حلشون کنیم. پس باید تصمیم گرفت راجع بهش، دیساید کرد، نباید اسلاید کرد. ولش کن، حالا مگه چی میشه؟ چه اشکالی داره اینطوری بشه؟ اه تو چقدر سخت میگیری بابا، ولکام بذار زندگی کنیم. خب بعدن اینها صدای ساز و دولش بلند میشه، مشکل ایجاد میکنه. الان من دارم این بحثا رو میگم، نمیخوام شما الان با هم بحث کنید. میگه آه ببین تو رو میگه ها، من خواهشم اینه دستورالعملهایی رو که دارم الان به شما میگم و مهارت هایی که دارم به شما یاد میدم، اینجور نباشه که ما اومدیم قاطق نونتون بشیم، قاتل جونتون بشیم. من میخوام این دستورالعمل ها رو بدم که شما در زندگیتون به کار بگیرید و شما آزاد هستید، همسر شما آزاده. ممکنه الان این حرفی که من میزنم ایشون مخالف باشه، همسر شما، یا شما خودتون مخالف باشید. به هر حال آدم ها آزاد هستن. بعضی از اینها رو همسر شما یا خود شما ممکنه که خیلی چیز جالبی ندونید یا کاربردی و قشنگی ندونید. این به درد من نمیخوره، این چیزی که الان دکتر داره میگه، من نمیخوام اینو، یا من اصلا با این موافق نیستم، هیچ اشکالی نداره. شما میتونید بعضی از این تکنیک ها رو ریجکت کنید، کنار بذارید. پس اینها حکم خدا نیست. اما پرپ بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که بر هزاران زن و شوهر در دنیا انجام شده و بر پایه علمی. اگرم میخوای رد کنی، الکی رد نکن. نه من موافق نیستم. خب دلیلت چیه؟ دلایل قوی باید و معنوی، نه رگ‌های گردن به حجت قوی. من میگم اینطوریه، خب منم میگم اینطوریه، خب دلیلمون چیه؟ بنابراین نه چیزی رو بی خود رد کنید، نه چیزی رو بی خود تایید کنید. ببینید واقعا درسته، اگر به کارتون میاد، گاهی اوقات اصلا ممکنه شما دلیلشو ندونید ولی میدونید واقعا مفیده این، خب استفاده بکنید. لزومی نداره حتما من
اطلاعات عالی راجع به این قضیه داشته باشم، ریشه اینا رو بدونم تا مثلا بیام اینها رو به کار بگیرم. نه، اگه ببینید این تکنیک به دردت میخوره و جواب داده، خب اجرا کن. بنابراین مسائل رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم، مسائلی که قابل حل هستن، مسائلی که غیر قابل حل هستن. از یک جهت دیگه مسائلی که مهم هستن و مسائلی که مهم نیستن. خب پس اون مسائلی که ما میخواییم در واقع بهش بپردازیم، مسائلی هستن که مهمن در زندگی ما. از کجا بفهمیم مهمن؟ از پیامدهاش و از نتایجش میتونیم بفهمیم، نتیجه و ثمری که داره ارزش سنجی میکنیم، چقدر حل بشه این مسئله برای ما ارزش داره. و زمانی که اختلال تو زندگی شما ایجاد میکنه اگر حل نشه، خب باید حل بشه. خب مثلا یک بحثی مثل محبت کردن، همسر شما توجه نمیکنه، محبتی که شما انتظار داری جواب نمیده. خب یه سال تحمل میکنی، 5 سال تحمل میکنی، 10 سال، خب نهایتش یا افسرده میشی یا منجر به خیانت میشه یا منجر به طلاق میشه. 3 تا راه بیشتر نداره، یا میمونه میسوزه و میسازه اما داغون میشه، افسرده میشه، یا طلاق میگیره یا منجر به خیانت میشه. پس آقا جون بشین حلش کنیم اینو از روز اول. من به محبت احتیاج دارم اما این به من محبت نمیکنه، نه کلامی نه عملی، و باید حلش کنی. خب پس مسائل دو دسته میشه، مسائلی که مهمه، مسائلی که غیر مهم هستن. باشه تو بمون اینجا، من میرم. کجا؟ دارم باهات حرف میزنم. من حرف با شما ندارم، حرفی داری با اون بچه میزنی، اون بچه به من میگه. ببخش اصلا این بچه کیه؟ دوستمه. به تو سلام یاد ندادن؟ سلام، اومدم باهات حرف بزنم. اومدی حرف بزنی با اون حرکت دیشب؟ فکر کنی حرفی هم مونده؟ معذرت میخوام بابت دیشب، قرار نبود اینطوری بشه. قرار نبود اینطوری بشه؟ این میدونه من چقدر بچه دوست دارم، واسه همین دست گذاشتی رو نقطه ضعف من. من میدونم دیگه، شب با دوستاش جمع شدن دور هم، منو مسخره کردن. یعنی بالش گذاشته تو شکمش، آی کمرم، وای نمیدونم نفسم گرفت، آی داره لگد میزنه. خجالت نکشتی سیمی؟ کجا رضا؟ ببین فقط اون خداست که شما زنا رو میشناسه. من نمیدونم، تا دیروز با سیم سیم دشمن خونی بودین، الان شده دکتر شخصی و چیک تو چیک و با هم رفیق شدین. من دست بنده من دستم به اون سیم سیم نرسه. تقصیر اون نیست، بهش بگو تقصیر اون نیست. اون این کار کرد چون فکر کرد من احمق تو رو دوست دارم. منو دوست داره، یادش رفته طلاق میخوام، طلاق میخوام. پدر من در برده بود، این دادگاه به اون دادگاه، آبر من تو همه مطبوعات برد. بردی یا نبردی منو دوست داری؟ ماشینم آمد از زیر پام جلو در همسایه در برد که چی؟ که با گروه سرود برش خواهد شروع شد. مطبوعات، موقعیتم، آبروم، روز سر کار، شب تمرین داره، شب کار، روز استگیریم داره. امروز درگیر دادگاه شکایت از مطبوعات زردم، فردا باید برم یه جا عکس بگیرم. با همه چیت ساختم، همه چیتو تحمل کردم، فقط ازت توجه میخواستم، توجه. من که بهش توجه نکردم، چیکار برام کردم که نکردم؟ خجالت نمیکشی؟ من مثل دوزو بعد پشت درخت قایم شم از حرفات با یه بچه بفهمم چقدر منو دوست داری؟ یه بار ازش خواستم کارشو به خاطر من ول کنه، یادته؟ یادشه؟ بله یادشه. توقع داشتی من کارم ول کنم؟ نه، اگه میگفتی باشه خودم بهت میگفتم برگرد سر کار. اما خود مسائل مهم به دو دسته تقسیم میشن، مسائل قابل حل، مسائل غیر قابل حل. تحقیقات نشون میده که 69% مشکلاتی که بین زوجین پیش میاد، چه مهم چه غیر مهم، قابل حل هست یا نیست؟ نیست. آب پاک ریختم به دستتون. 69% مشکلاتی که بین زوجین پیش میاد اصلا قابل حل نیست. خداحافظ شما. یعنی شما باید ظرفیتتو زیاد کنی، پذیرشتو ببری بالا، شرح صدر داشته باشی. اینه، این کرکترش، شخصیتش، منشش، تربیتش، وراثتش، فرهنگش اینه. عوض بشو هم نیست. میخوای؟ بسم الله. نمیخوای؟ یه دری هست اسمش اونجا چیه؟ حالا هر چی هست بدش کن، برو به سلامت، خداحافظ. خب پس دو دسته مسائل ما داریم، مسائلی که حل میشه، مسائلی که اما اون چیزی که مهمه مسائلیه که قابل حل هستن.
در واقع بحث بر سر اون مسائلیه که زوجین میتونن حل کنن اما حل نمی کنن و سالهای سال با هم میجنگن. سال اول ازدواج با هم درگیرن، سال دهم، سال بیستم، سال چهلم، سال پنجاهم، 50 سال از زندگیشون گذشته همچنان سر مسائل مختلف با هم دیگه درگیر هستن. پس بعضی از مسائل مسائلی هستن که قابل حلن. اگر این مسئله رو میشه حلش کرد، پس چرا حلش نکنیم و همینجوری بذاریم این مسئله زندگی ما رو مثل موریانه بخوره و تخریب کنه و نابود بکنه؟ باید بهش بپردازیم جدی و حلش کنیم مسئله رو، نه اینکه از کنارش خیلی راحت بخوایم بگذریم. خب خیلی از زوجین هستن که میان اینجا و من میبینم که مسائلی رو که میشینن مطرح میکنن، این مسائل مسائلیه که اینها باید بهش بپردازن و حلش کنن، اما نپرداختن و حلش نکردن، از کنارش گذشتن، بعد نتیجه رسیده به جایی که حالا یک طرف خیانت کرده، رفته سراغ افراد دیگه‌ای و اگرم این کارو نکرده تهدید میکنه. مثلا میگه که تو اگر مثلا به این نیاز من پاسخ ندی، خب من میرم سراغ یکی دیگه. به عنوان مثال که من نامشم در واقع جواب دادم و برای هم ایشون هم در سایت گذاشتیم پاسخ نامه ایشون رو، این بود که آقا تهدید کرده بود که آره من نیاز جنسیم خیلی بیشتر از این هاست و اگه تو نمیتونی برآورده کنی من میرم سراغ کسی دیگه. و اون خانمم گفته بود که تو نمیدونم آدم شهوترانی هستی، تو ایمانت ضعیف شده، تو آدم نمیدونم ضعیف و نفسی هستی، در حالی که نه بحث ضعف ایمان، نه بحث شهوترانی، نه بحث ضعیف و نفس بودن، هیچ کدوم اینا نیست. آقا این یه احتیاجی داره، اون احتیاجی باید پاسخ بدی بهش، جواب نمیدی، خب چه اتفاقی میفته؟ در نهایت منجر به ممکنه خیانت و خیلی چیزهای دیگه کشیده بشه. بنابراین باید مسئله رو حل کرد، تهدید نمواد بکنی. اگه جواب نمیدی من رفتم، خداحافظ. حالا که اینجوریه من بریم طلاق. زنگ بزن نمیدونم به بابات بگو تکلیف ما رو معلوم کنه. باباش تکلیف نمواد، تو باید معلوم کنی تکلیفو. باباش بیاد چیکار کنه؟ شما دو تا آدم عاقل بالغ باید بشینید مسئلهتون رو حل کنید. پس قهر کردن، تهدید کردن یا بی‌تفاوت گذشتن، اسلاید کردن از کنار اصلا درست نیست. باید به مسئله بپردازید و تصمیم بگیرید به صورت جدی. تا این مسئله رو حلش نکردید تمومش نکنید. یه مثال خیلی جالبی بود از ازدواج‌های هالیوودی. خب شما می‌دونید ازدواج‌های هالیوودی خیلی زود به شکست می‌انجامه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، نهایت دیگه مثلا 3 سال، 4 سال تموم، زندگی میره رو هوا. یکی از این هنرپیشه‌های هالیوودی هستش که 25 سال زندگی اینها طول کشیده و با هم خیلی هم احساس رضایت و خوشبختی میکنن و خوب هستن با هم. در یه مصاحبه تلویزیونی باهاشون صحبت میکردن که رمز پایداری رابطه شما چیه، در حالی که اکثر زندگی‌های هالیوودی در مدت کوتاهی خراب میشه و منجر به جدایی و طلاق میشه. و اون خانم و آقا متفق القول گفتن که میدونید چرا ما با هم موندیم؟ برای اینکه ما وقتی مسئله‌ای با هم داریم انقدر به اون مسئله میپردازیم، گیر میدیم تا بالاخره حلش کنیم. ممکنه که 6 ماه ما سر اون موضوع بحث کنیم ولی تا حلش نکنیم از کنارش نمیگذاریم. خب البته که این مسائل در واقع مسائل قابل حله. خیلی از این مسائل قابل حله. از مسائل ساده و پیش پا افتاده، مثلا زوجی اومدن سر این که عکسمون تو اتاق عروسی باشه، ببخشید عکس عروسیمون تو حال و پذیرایی باشه یا نباشه. آقا غیرتی مخالفه، میگه نه این نمیدونم لباس عروسی که تو پوشیدی خیلی بازه، من دوست ندارم اینو بذارم تو پذیرایی هر کسی میاد بره ببینه. اون خانم هم میگه نه این مثلا شب عروسی من بوده، من دوست دارم همه جا مثلا همه دوستان و فامیل که میان توی منزل ما این عکس رو ببینن. میبینید سر این مسئله اینها الان 4 سال ازدواج کردن، دائما با هم درگیرن،
هر بار مهمون میاد خونه اینا میره با هم بحث میکنن سر یه مسئله ساده و پیش پا افتاده. خب میتونید اینا حلش کنید، هیچ کاری نداره. نشستن با هم تو همون جلسه مشاوره صحبت کردن، قرار شد وقتی مهمون میاد عکس رو ببرن مثلا اتاق خواب بذارن، وقتی مهمون نیست بذارن تو پذیرایشون. حالا یک راه حل این بود، خودشون دادن با هم دیگه راه حل رو بررسی میکردن، ولی در نهایت به نتیجه رسیدن. تو یک ساعت دو ساعت وقتی یاد گرفتن که باید مسئله رو حلش کنن، نباید از کنار مسائل بگذرن. پس اگر شما بخواید مثلا یه روز بعد از ظهر با هم رستورانی برید، شامی بخورید یا مهمونی برید، لزومی نداره حتما برنامه ریزی باشه که چیکار باید کرد چیکار نکرد، مسائل رو حل بکن. خب میریم حالا مهمونیه، دو تا جوک میگیم، نمیدونم یه غذایی میخوریم، یه فیلم میبینیم، با هم حرف میزنیم، میگیم میشنویم، بلند میشیم میاییم. میشه اسلاید کرد نیاز، اما وقتی به سفر زندگی میرید و مسائل خیلی جدی با هم دارید، سر مسائل مالی، سر تربیت بچه، سر رفت آمد، سر فان، سر تفریحاتتون، سر مسائل جنسیتون، سر مسائل نمیدونم درای و فلان و سیگار و قلیون، و باید بشینید انقدر با هم حرف بزنید، این مسئله رو حلش کنید، نسخش رو بپیچید، به قولی فیتیل پیچش کنید، برای همیشه بندازید زباله‌دان تاریخ، تمومش کنید بره، تمام. پس نباید مسئله خیلی کشیده بشه و کش پیدا بکنه، برای سالها زندگی شما رو تباه کنه. پس اولین نکته کلیدی در روابط موفق، decide don't slide، تصمیم بگیرید مسائل جدیتون رو که قابل حل حل کنید و از کنارش اسلاید نکنید و نگذرید. صبح بخیر. صبح بخیر. چی کار داری میکنی؟ سایه اینو بذار تو آشپز خونه. مگه خودت پا نداری؟ منظورت اینه که چلاقم؟ نه خیر، منظورم اینه که بلند شو و لیوانتو بذار تو آشپز خونه. سایه لوس نشو، با منم یکی به دو نکن، تا پنج میشمارم بگیرش. بعدش چی میشه؟ چکننده هست میدونی که. آره خب. دومین کلید طلایی در ارتباط زناشویی اینه که شما سهم خودتون رو انجام بدید. سهم شما از 100% چقدره؟ هر کسی سهمی داره در خوب شدن روابط خودش با همسرش. خب به نظر شما سهم شما چقدره؟ معمولا دوستان میگن سو 50-50 50-50 50% من 50% اون، یه قدم اون هر برداره یه قدم هم. وقتی اون حرکتی نمی کنه من چیکار باید بکنم؟ اما در این کلید طلایی do your part، شما سهم خودتون انجام بدید، سهم شما از 100% 100%ه. شما 100% سهم دارید در بهبود رابطتون. پس این فکر از ذهنتون بیرون کنید که 50-50 اون یه حرکتی بکنه، اون یه قدمی برداره، وقتی اون هیچ کاری نمیکنه، وقتی اون حرکتی انجام نمیده، پس من چیکار باید بکنم؟ هرگز. اگر اینجوری بخواید فکر بکنید رابطتون خراب میشه. شما خودتون شخصا باید مسئولیت بهبودی و رشد رابطتون رو به عهده بگیرید. من از 100% 100 خواهم بود. من سعی میکنم بهترین فرد باشم تو رابطم، سعی میکنم بهترین کارها و عالیترین کارهایی که میتونم، یعنی هر کاری از پس من برمیاد در حد توانم هست انجام میدم تا رابطم رابطه قشنگی بشه. مثلا چی کار دارم اون کارشو خوب انجام میده یا خوب انجام نمیده؟ مثلا با اون کاری ندارم، من سهم خودم رو انجام میدم. به قول شرلی گلاس میگه It's important to be the right person than to find the right person. این مهمه که اون چیزی که خیلی مهمه اینه که تو خودت آدم درست و عالی باشی توی یک رابطه، نه اینکه دنبال یه آدم خوب و عالی بگردی.
این اشتباهیه که ما میکنیم. ما منتظریم طرف یه حرکتی بکنه، یه تلاشی بکنه، تغییر پیدا بکنه. خیلی از زوجا میان اینجا هفته دوم زنگ میزنن، من اصلا دیگه نمیام مشاوره. چرا نمیام مشاوره؟ آره این هیچ تغییری نمیکنه. تو با اون چی کار داری؟ تو خودت باید تغییر کنی، تو تغییر از خودت باید شروع کنی. اگر بخوای منتظر باشی تا اون یه حرکتی بکنه، اون وقت ببخشید میشه شطور در خواب بیند پنبه دانه. تازه اگر تو حرکت بکنی و اون حرکت‌های تو رو ببینه، رفتارهای تو رو ببینه و اون رفتارها حالت معامله نداشته باشه، مثلا بگی که قضیه گردو شکستم نشه، گردو شکستم، من یه قدم برشم اون یه قدم برداره، یعنی من این اکشن انجام میدم، ریاکشن اونو ببینم که اون مثلا چیکار میکنه، الان من کادو خریدم کادو میخره یا نمیخره، الان من مثلا براش پیام فرستادم صبح بخیر گفتم اون صبح بخیر میگه، من زنگ زدم اون زنگ میزنه یا زنگ نمیزنه. تو اصلا با اون چیکار؟ تو سعی کن خودت بهترین فرد در یک رابطه باشی و اون چیزی که وظایف شماست به عنوان یک انسان در قبال یک انسان دیگه و پارتنرت، همسرت انجام بدی، اونها رو با جون و دل انجام بده، بدون اینکه توقع داشته باشی اون تو رو تحسین کنه، تمجید کنه، تشویق کنه یا جبران بکنه اون کارهای خوب شما رو. پس من اصلا کاری به اون فرد ندارم. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حتی یه تشکر خشک خالی هم نمیخوام، اینو همین جوری به خاطر اینکه خوبه انجام میدم. مهربونی خوبه، اینکه من جویای حالش بشم خوبه، کادو خریدن. خیلی از زوجه همین اینجا میگه دکتر مثلا من 10 سال ازدواج کردم با همسرم، هر سال من کادو میدم، کادو بده، من کادو بدم بازم. آره بده، تو اصلا با اون چی کار داری؟ تو کار خودتو بکن، اون کاری که درسته انجام بده، چه اون فرد جبران بکنه چه نکنه، چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد، شما اون کاری که درسته رو به عنوان یک انسان درست عالی انجام میدی. حالا شاید بگی اگه خوشش نیاد انجام، آره اگر خوشش نمیاد شما انجام نمیدی، درسته، اما اگر این کار خوبه و اون فرد هم مورد پسندش هست و لذت میبره، چرا انجام ندی؟ بخوای منتظر باشی تا اون جبران بکنه، تلافی بکنه، اونم یه حرکتی بکنه؟ اصلا با اون نباید کاری داشته باشی. خودت به عنوان یک شخص مستقل و منحصر به فرد وظیفه خودتو در رابطه تمام و کمال انجام بده. به عنوان یه مثال خیلی جالب، شاید شما باربارا دی آنجلیس رو بشناسید. باربارا دی آنجلیس یکی از نویسندگان بزرگ در علم روانشناسی، کتاب‌هایی رو نوشته، مردان، رازهایی درباره مردان، رازهایی درباره زنان، رازهایی درباره عشق، کتاب‌های خیلی جالبی نوشته در این ارتباط. که این کتاب خب تأثیرات خودش رو گذاشته بین زن و شوهرها، اما قشنگترین کتابی که تأثیر خیلی عالی داشت رازهای درباره عشق بود که ماجراش رو خواهم گفت. باربارا دی آنجلیس میگه که من 11 ازدواج ناموفق داشتم، یعنی 11 بار ازدواج میکنه، مهر ازدواج، بعد مهر طلاق، ازدواج، طلاق، ازدواج، طلاق. خب یه آدمی که تحصیل کرده است، پی‌اچ‌دی داره، این همه تجربه داره، اما رابطه این آدم هی تو روابط خودش شکست میخوره. یه روز نشستم فکر کردم که خدایا چرا اینطوری میشه؟ چرا من هی باید ازدواج بکنم و بعد شکست بخورم؟ آخه اشکال کار کجاست؟ و تمام این پارتنرایی که من داشتم، افرادی که همسرانی که ازدواج کردم، واقعا اینها مشکل داشتن. نه اینکه من بخوام بهانه بیارم و اذیت بکنم، مثلا یکیشون دائم الخمر بود، یعنی دائم مشروب میخورد، دهنش بوی مشروب میداد، حتی از سر کار اخراجش کردن. یا یکی دیگه‌ش خیلی پرخاشگر بود، دائم کتک میزد، پرت میکرد، نمیدونم تلویزیون از پنجره انداخته بود پایین، بچه‌ای مثلا 2 ساله رو کتک میزد. خب سومی به یه شکل دیگه حالتهای پارانویایی داشت، شکاک بود، سوء زن داشت، دائما منو چک میکرد. هر کدوم اینها در جای خودشون انقدر منو اذیت کردن و من مجبور به تموم کردن اون رابطه شدم.
خب اولی مشکل داره، قبول دومی سومی، اما آیا هر 11 تا اینا مشکل داشتن؟ نشستم کلام قاضی کردم، گفتم بابا سهم من چیه؟ اون روزی که اومدم سهم خودم رو بیرون کشیدم و ببینم که من چی کارم تو این رابطه و من چی کار میتونم بکنم تو این رابطه، زندگی متحول شد. انتظارات خودم رو از همسرم به حد صفر رسوندم. من اصلا دیگه کاری با او ندارم که او کار درست انجام میده، انجام نمیده، محبت میکنه یا محبت نمیکنه، کادو میخره یا کادو نمیخره، سلام میکنه یا سلام نمیکنه، میاد تو خونه گشاده رو هست یا نه. من اون کاری که درسته انجام میدم، سعی میکنم که بهترین کار رو انجام بدم. I do my best. اون کاری که بهترینه باید انجام بدم در حق پارتنرم، اونو انجام خواهم داد. و زندگیم تغییر پیدا کرد و متحول شد. بنابراین سهم من چیه؟ مسئولیت زندگی خودتون رو و رابطه خودتون رو شخصا به عهده بگیرید. نمیدونم تو دوران کودکی ما کلاس چهارم ابتدایی بودیم فکر میکنم، یه داستان رو میخوندیم در کتاب‌های فارسی اون موقع، داستان بلدرچین، یادتون میاد؟ تو این داستان یه پدر و مادر بلدرچینی بودن که اینها میرفتن صحرا، بعد که شب برمیگشتن بچه‌ها میمدن استقبال اینها، هر شب یه خبری رو این بچه‌ها به پدر و مادر میدن. یه شب که اومدن بچه‌ها سراسیمه به سمت پدر و مادر بلدرچینشون دویدن که امروز صاحب مزرعه اومده بود صحبت میکرد و میگفتش که میخواییم این مزرعه رو درو کنیم، داساتون رو آماده بکنید، من رفتم با داییتون صحبت کردم. صاحب مزرعه داره با همسرش صحبت میکنه، با بچه هاش صحبت میکنه که من رفتم با داییتون صحبت کردم و قراره که بیاییم مزرعه رو درو کنیم. پدر مادر بلدرچین که موجودات آزموده و با تجربه و مچور و پخته ای بودن، گفتن که نه هیچ اتفاقی نمیفته، بشین سر جاتون زندگیتون رو بکنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. فردا شب دوباره پدر مادر برگشتن از صحرا توی مزرعه، بچه‌ها دوباره هراسان به سمت پدر مادر، آره صاحب مزرعه امروز دوباره صحبت میکرد، گفتش که آره داییتون نیومد، فردا میخوام به عموتون بگم، عموتون آدم جدی تریه، فردا داستاتون رو تیز کنیم، میخوایم مزرعه رو درو کنیم. دوباره پدر مادر بلدرچین میگن که نگران نباشید، هیچ اتفاقی نمیفته، اینجا منزل ماست و ما میتونیم همینجا بمونیم. فرداش دوباره پدر مادر بلدرچین برمیگردن، هر شب در واقع مزرعه دار صحبت میکرد که قراره به همسایه بگم، قراره به فلانی بگم، قراره به دوستم بگم، به دایی بگم، به عمو بگم، بیا مزرعه رو درو کنیم. و بلدرچینا میگفتن که، پدر مادر میگفتن که نه هیچ اتفاقی نمیفته، بشینید زندگیتون رو بکنید. یه روز بچه‌ها وقتی که پدر مادرشون برگشتن، هراسون اومدن دوباره گفتن که ای پدر و مادر، امروز مزرعه دار صحبت میکرد با بچه هاش، گفتش که آقا نه عمو، نه دایی، نه دوستا، نه همسایه، هیچ کدوم اینا، از هیچ کدوم اینا فایده ای نیست، از فردا خودمون باید دستمون رو بزنیم رو زانمون یا علی رو بگیم بلند شیم درو کنیم مزرعه رو، خودمون باید بلند شیم این کار رو انجام بدیم، اونها به کمک ما نخواهند اومد. اونجا پدر مادر بلدرچین که موجودات بسیار با تجربه بودن، گفتن که حالا بلند شید، الان دیگه وقت موندن نیست، باید بلند شید و مزرعه رو ترک کنید. تا زمانی که شما به امید این هستی که یکی، یک فرد، یک شخصی برای شما یک کاری بکنه، حالا همسرتون، فرزندتون، باید بمونید همینطور و زندگیتون در جا میزنه. پس خودتون شخصا باید مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید، نه تنها مسئولیت رابطتون رو، بلکه مسئولیت سلامتی خودتون رو، مسئولیت آرامش خودتون رو، مسئولیت پیشرفت خودتون رو، و در یک کلمه مسئولیت خوشبختی خودتون رو به عهده بگیرید. بنابراین من منتظر نخواهم بود تا او یه کاری برای من بکنه، یه حرکتی بکنه. خانمی اومده میگه که من الان مثلا 5 سال دندون پزشکی نرفتم، یا مثلا کمردرد دارم، همسرم من نمیبره دکتر. خودت برو، مگه خودت اینجوری هستی نمیتونی بری؟ نه خب من دوست دارم اون منو ببره. خب نمیبره، خودت برو.
اگر بخوای منتظر باشی تا او یه حرکتی بکنه، اومدیم اون سالها هیچ حرکتی نکرد، تو اون وقت باید آسیب جسمی بخوری، آسیب روحی بخوری. بنابراین خودت باید یه حرکتی بکنی. یا مثلا آقایی میره منزل، حتما باید خانمش بلند شه براش غذا درست کنه، براش چای بیاره. خودت میتونی یه حرکتی بکنی. ما نمیخوایم بگیم که طرف این تکنیک، این در واقع این روش باعث بشه که طرف مقابل بی‌مسئولیت. ما میخوایم بگیم که وقتی خودت مسئولیت زندگی خودتو، سلامتیتو و آیندتو، پیشرفتتو به عهده میگیری، اتفاقات بزرگی تو رابطت میفته. نمیدونم تا به حال دیدید آدمایی که قبل از طلاق، قبل از جدایی چقدر به هم ریختن؟ نگاهشون میکنید تو خیابون آشفته، به هم ریخته، جولیده، حالش خیلی بده، نه به خودش میرسه، نه شیو میکنه، نه آرایشگاه میره، نه لباسای درست میپوشه. بعد همین آدمو یه هفته بعد از طلاق، دو روز بعد از طلاق میبینی سرحال، ساعت 6 صبح بلند میشه، میره میدوه پارک، استخر میره، شنا میره، خیلی شیک میشه، خوشتیپ میشه، جذاب میشه. اه چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ تو مگه همون آدم نیستی که میگه خب اون اصلا به زندگی تا اون اصلا منو داغون کرد؟ اصلا تو با اون چی کار داری؟ آره اون چون با من ورزش نمی اومد، اون چون منو تشویق نمی کرد، اون به خودش نمی رسید، منم به خودم نمی رسیدم. تو با اون چی کار داری که اون به خودش برسه یا نرسه؟ تو سهم خودتو انجام بده. آخه این درسته که من هم بیرون کار کنم هم تو خونه و ایشون دست به سیاه‌سفید نزنه؟ حق دارید. سلام. سلام. چطور اینقدر دیر اومدی؟ اگه نگام کنی میفهمی. بازم کتتو انداختی رو مبل. پاشو کمکم کن. چی؟ اگه قرار نبود تو آشپزی کنی. چرا بذاری مطلب رو تموم کنم؟ این مطلب ها تموم شدنی نیست. بلند شو. دارم چی میکنی؟ من خستم؟ منم سوپر با منم خسته نمیشم. خب منم از صبح تو سر کار بودم. خب سر کار نرو. من کار میکنم، پول در میارم، تو هم به من بری. با این جملات عاشقانه که میگی آدم دلش میخواد تا آخر عمر به تو برسه. منتظر این نباشید که او یه حرکتی بکنه، او یه کاری بکنه برای شما. خودتون شخصا مسئولیت زندگی خودتون رو به عهده بگیرید. پس این جمله رو بنویسید: در این دنیای بزرگ و لایتناهی، من شخصا مسئولیت آرامش، شادابی و نشاط، تفریحات، سلامتی، رشد و پیشرفت و در یک کلمه مسئولیت خوشبختی خودم رو شخصا به عهده میگیرم. من مسئول خوشبختی خودم و رابطم هستم. اینطوری انتظارات شما به صفر میرسه، رفتارهات حالت معامله نداره. خب چند تا کار ساده انجام بدیم. برای من در وایبر یا تلگرام یا هر سیستمی که خودتون راحت هستید ایمیل کنید، طی 12 ساعت آینده چند تا کار کوچیکی که میتونید در حق همسرتون انجام بدید، اینها رو شروع کنید انجام بدید، بدون چشم داشت، بدون اینکه منتظر باشید او یه حرکتی بکنه، او تلافی بکنه. طی 12 ساعت آینده چه کارهایی میتونید بکنید که رابطتون رو بهتر کنید؟ برای من پیام بذارید و یا بنویسید که من این کارها رو میتونم در حق همسرم انجام بدم که او رو خوشحال کنم، شادش کنم، و یا اینکه این کارها رو میتونم انجام بدم که رابطمون بهتر بشه. اون کارها چه کارهاییه که شما میتونید انجام بدید تا زندگیتون بهتر بشه، تا رابطتون بهتر بشه؟ پس طی 12 ساعت آینده چند تا کار کوچیک رو انجام بدید یا لیست کنید برای من بفرستید. هر کسی خودش میدونه که چه کارهایی باید میتونه انجام بده که پارتنرش رو خوشحال بکنه، بر اساس شناختی که از پارتنرش داره. مثلا یکی میگه من میتونم براش مثلا یه کادوی کوچیک بخرم، که اصطلاحا ما میگیم کادوهای بی بهانه، یا یه سی دی مورد علاقه‌شو بزنم، یا برم مثلا ظرفا رو بشورم، یا برم مثلا بچه رو مدرسه بردارم، اون خیلی خوشحال میشه، اون هر روز میره، امروز من میرم، امروز مثلا رستوران میرم. به هر حال
یه کارهایی که شما میتونید انجام بدید شخصا که رابطتون رو قشنگتر کنید، بهتر کنید. اون چه کارهایی که شما شخصا میتونید انجام بدید؟ بنابراین یه سری کارها برای رشد شخصی خودتون انجام بدید. مثلا یکی خیلی وقت دوست داره زبان رو شروع کنه، همش منتظر همسرشه تا او یه حرکتی بکنه. نه، خودت شروع کن اون حرکت رو، البته با توافق همسرت انجام بده. دوست دارم زبان رو شروع کنم، بعد برم دکتر، بعد برم برای دندونهام یه چکاپ بشم. هر چیزی که منتظر بودی تا او انجام بده، نه خودت انجام میدی. مثلا آقایی میگه من رفتم منزل، خب خانمم دیدم که اصلا خیلی سرگرم حالا مسائل شخصی خودشه، نشسته مثلا داره فیلم نگاه میکنه، نشسته داره کارش، منم خب خیلی گرسنه، اهمیت نمیده، خب خودم بلند شدم رفتم و انتظارم اومد پایین، دیگه منتظر نبودم یه حرکتی بکنه، خودم رفتم. بعد که دید من خودم چیز کردم، رفتم، خودش بلند شد اومد، غذا رو گرفت، گرم کرد. وقتی شما انتظارتو میاری پایین، خودت مسئولیت آرامش خودتو، سلامتی خودتو به عهده میگیری، این اتفاقای قشنگی میفته. پس چند تا اتفاق قشنگ میفته وقتی که شما خودت شخصا به عهده میگیری. اولا اکتیو تر میشی، فعال تر میشی تو رابطه. دوم اینکه احساس خیلی خوبی پیدا میکنی، چون هم انتظارت اومده پایین، هم رابطت قشنگ تر میشه وقتی که خودت شخصا مسئولیت رابطه رو به عهده میگیری. یکی از کارهای دیگه که میتونید تو بحث do your part، مسئولیت خودت و وظیفه خودت انجام بده، اینه که یه قراردادی بنویسید و برای من بفرستید که تو این قرارداد، تو این برنامه شما تصمیم بگیرید که از این لحظه به بعد هیچ حرف منفی و آزارنده‌ای به همسرتون نزنید. این یکی از بخشای do your partه که شما سهم خودتون انجام میدید. من نباید حرف آزارنده بزنم، نقش جوجه تیغی رو بازی کنم، تیغ پرتاب کنم، حالا اون اینجوری میکنه، من با اون چی کار دارم؟ اون حرف زشت میزنه، اون بیادبی میکنه، اون تند حرف میزنه، اون بد و بیرام میگه، دشنام میده، فحش میده، من با اون چی کار دارم؟ من مؤدب صحبت میکنم. خب پس این در قبال کیه؟ در قبال عزیزترین. ما نمیگیم در برابر آدمایی که تو خیابون هستن شما مثلا اون فحش داد چیزی نگفت، خب آره اونجا شما ممکنه فحش هم، اما در برابر همسر، در برابر عزیزانت که نمیتونی که. اینجا باید بهترین پارتنر باشی. تا پایان رابطه شما باید مسئولیت خودت رو انجام بدی، تا انتهای یک رابطه، یعنی رفیق نیمه راه نباید باشی، تا آخرین لحظه باید اون به عنوان بهترین هم. یک فرداش باید برید طلاق بگیرید، جدا بشید، سعی کن بهترین همسر باشی براش تا آخرین لحظه. بعد میبینی که چقدر شرایط متفاوت میشه وقتی که شما سعی میکنی خودت بهترین باشی، انتظارت رو به صفر میرسونی. پس یه قراردادی مینویسیم، برای من میفرستید این قرارداد رو. خیلی از زوجین نوشتن جلسات مشاوره برای من فرستید که از این لحظه به بعد من حرف آزارنده و منفی به همسرم نخواهم زد. اینو مینویسید و امضا میکنید. حداقل تا 21 روز تا 40 روز این تمرین رو انجام میدید که من حرف آزارنده و ناراحت کنندهی که او برنجه، او ناراحت بشه. گاهی اوقات بعضی لقبهای بد به هم میدن. مثلا خانمه اومده تو جلسه مشاوره میگه دکتر شوهرم به من میگه گامبو، میگم توپولی، خب اون بدش میاد. یه نه خب من دوست دارم. خب تو دوست داری، اون دوست داره، اون ناراحت میشه، بدش میاد، هی اعتماد به نفسش کم میشه، تو خلوت و تنهاییش گریه میکنه، میگه این به من میگه گامبو. خب اون نگو، خانم‌ها حساسن، دوست داره. اصلا شما دیدی 120 کیلو هم بود، شما بگی چقدر لاغر شدی، اون عشق میکنه. بنابراین از این لحظه کنترل خودتون رو تو کلامتون میبرید بالا. کوچکترین حرفی که او رو آزار بده نمیگید. ببینم تا هفته آینده شما چی کار میکنید. پس مینویسید من تصمیم گرفتم، برای من مینویسید من تصمیم گرفتم از این هفته تا هفته آینده حرف آزارنده، رنجش‌آور و ناراحت کننده‌ای به همسرم نگم و با هیچ لقب بدی او رو صدا نکنم. و تا هفته آینده
یه کار متفاوت انجام بدید، make a difference، یه کاری که با کارهای دیگه فرقی با کارهای قبلیتون داشته باشه. اگه هر روز هم دیگر میدید سلام مثلا اینجوری دست بده، این دفعه مثلا بپر رو کولش، بخیر یه کاری بکن که این فرق بکنه با دفعات قبل. قبلا میومدی خونه عادی میومدی، این دفعه مثلا اون شیرینی خامه‌ای دوست داره، حالا قندم داره، شیرینی خامه‌ای بخور مثلا بهش نده بخوره، حالا دارم شوخی میکنم، ولی یه کاری بکن که اون خوشحال بشه، شاد بشه، ولی متفاوت باشه، با کارهای قبلی فرق بکنه، فرق داشته باشه با کارهای قبلی. بنابراین نتیجه از ریزالت دو یور پارت، شما سهم خودت رو انجام بده، سعی کن بهترین پارتنر دنیا باشی. مادری با پسرش صحبت میکرد، به پسرش گفتش که مادر برای من بهترین زن دنیا رو پیدا کن. مادر گفت که دنبال بهترین زن دنیا نباش، سعی کن خودت بهترین باشی. رسیدیم به سومین کلید طلایی در روابط موفق. سومین کلید طلایی ایجاد امنیت و محیطی امن، فضای امن در ارتباط هست. Make it safe to connect. یعنی امنیت ایجاد کنید تو ارتباط خودتون. خیلی از زوج‌ها هستن که وقتی با هم حرف میزنن واقعا نقش جوجه تیغی رو دارن، تیغ پرتاب میکنن، آسیب میزنن به هم دیگه، و طرف جرأت نمیکنه تا بیاد واقعیت رو بگه، صداقت به خرج بده، حقیقت رو بگه، مجبور پنهانکاری کنه یا سانسور کنه یا یه چیزهایی رو نگه. بنابراین خیلی از موارد هست که شما میخواهید حرف بزنید اما طرف مقابل با برخوردهای زشت و زننده خودش، تحقیرآمیز خودش، بد خودش، باعث میشه که شما عقب نشینی کنید. مثلا شما شروع میکنید صحبت کردن، میگه خب بگو، آها بعدش تموم شد، گفتی حرفاتو گفتی، اصلا این لحن کلام هارش، خشن، تهاجمی، طرد کننده است، تحقیرآمیز. پس وقتی که اون اتصالی که ایجاد میشه یک اتصال زجرآور آزارنده است، طرف عقب نشینی میکنه، یعنی کانکشن ایجاد نمیشه، دیسکانکشن میشه، یعنی فرد اعتمادش میاد پایین، استراب به وجود میاد توی رابطه، احساس ناراحتی و ترس، نگرانی در او به وجود میاد، نمیتونه راحت حرفشو بزنه. تا میاد شروع به صحبت بکنه، جمله اول نه، جمله دوم منفجر میشه، صدا میره بالا. خیلی از زن شوهرها هستن که جمله اول نه، جمله دوم انفجار هسته‌ای رخ میده، اصلا توهین و بد و بیرا و صدا میره بالا. خب معلومه طرف احساس امنیت نمیکنه. بنابراین فضایی رو باید در صحبت کردن ایجاد کرد که فرد وقتی میاد با شما، همسر شما میاد باهاتون صحبت میکنه، احساس امنیت کامل کنه، احساس کنه که با این فرد در امن‌ترین جای دنیاست. یعنی وقتی با این آدم حرف میزنی انگار همه آرامش دنیا رو به شما میدن، راحت راحت هرچه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ ترتیبی و آدابی مجو. یعنی وقتی شما حرف میزنی انقدر پذیراست، انقدر پذیرنده است، انقدر دریادله، انقدر راحت به حرفهای شما با گشاده رویی گوش میکنه، همدلی میکنه، که شما احساس میکنی در امن‌ترین نقطه دنیا قرار داری. پس make it safe to connect یا ایجاد امنیت کردن در رابطه یعنی این که من فضایی رو به وجود میارم که او در کنار من راحت و آسوده است و احساس میکنه در امن‌ترین نقطه دنیا قرار داره، نیازی نداره خودش رو سانسور کنه و یه جور دیگه جلوه بده. پس شما زمانی که میتونید در کنار همسرتون خودتون باشید، خود خودتون هستید. مثلا خانمی داره گریه میکنه، اشک میریزه، چرا گریه میکنی؟ گریه نکن، دوباره شروع کردی. خب
تو اون لحظه اون نیاز به همدلی داره، نیاز داره که یک نفر دست نوازش به سرش بکشه، سرش رو روشونش بذاره و احساس آرامش پیدا کنه، نه اینکه من بخوام ریجکتش کنم، طردش کنم، پس بزنم که تو چرا اصلا داری گریه میکنی، چرا عصبانی شدی. احساسات چه مثبت چه منفی باید پذیرفته بشه. شاده ها، کپکت خروس میخونه، غمگینه، چیه دوباره کشتیات غرق شده، پس چیکار کنم، هر کاری میکنم تو یه چیزی میگی، من چه جوری باید پس رفتار کنم. یه آقایی بود جلسه مشاوره میگفتش که میدونی دکتر، اگه این خانم پا رو دم من نذاره من کاری به کارش ندارم، مشکل ما از اونجا شروع میشه که این گیر میده پا رو دم ما میذاره. بعد خانمش میگفتش که بابا لا مثلا اصلا ما نمیدونیم دم تو چقدره، هر جا ما میذاریم پا میذاریم دم تو، تو یه تعریفی بکن از اون حدودهای خودت، ما بدونیم کجا دم تو از کجا دم تو نی، ما اونجا دو پا نذاریم دم تو. بالاخره هرچی اون خانم میگه، میگم من هرچی میگم این بهش بر میخوره، هر حرفی میزنم ناراحت میشه. خب وقتی اون ناراحت میشه بهش بر میخوره، خب معلومه این خانم نمیتونه حرفشو بزنه. محبت میکنه میگه اینا قرتی بازیه، کادو میخره میگه نمیتونم این لوس بازیه چیه، هر کاری میکنه یه چیزی در یه عیبی میگیره، یه ایرادی میگیره. میرفتم آشپزخونه غذا بیارم میگه ریتم نداری. ریتم ندارم چیزی مثلا قضا آوردم اگر ریم، میگه نه تو همه رو باید مثلا بذاری توی یه چیز. من ریت ندارم چیکار کنم، مثلا من اینجوری مثلا با آهنگ بیان چیکار باید بکنم، من مثلا قضا آوردن من ریتم داشته باشه. رانندگی میکنم میگه ریتم نداری. من هنوز ما هم تو جلسه نفهمیدیم این ریتم نداری منظور چیه، ولی آدمیه که گیره به همه چی، یعنی تکون میخوری. و بعضی از شخصیت های اینطوری، یعنی شخصیت های مثلا تیپ 8 شخصیت های کنترلر، یعنی دائما کنترل میکنه، نشسته میگه اونا رو اینجوری کن، اینو بردار، اونو بذار اونجا، در بازه، نه چه اونجوری قضا میکنه، چه مرش میکنه، چرا چنگال اونجوری گرفت تو دستت، اینطوری نکن، اونجوری نکن. خب این اصلا احساس امنیت نمیکنه. خانمی میگفتش که در حال رانندگی بودیم، شوهرم کنارم نشسته بود، میگفتش که راهنماتو خاموش کن، چرا اونجوری گاز میدی، بابا پدر ماشین در میاد، دنده عوض کن دیگه، دنده ها داغون شدن، آوازه با جلو تو، جلو مانع هستا، نمیدونم هی شروع میکرد جلو تو آدم هست موضوع باش نزنی بهش، ماشین بغل بپا، انقدر گفت 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 وسط اتوبان نگردشم ترمز اصلی گیشتم آمدن پایین، گفتم برو بینیم بابا پدر من در آورده، مثلا با اتوبوس میرم. میگه دکتر من تو امتحانات رانندگی در تهران مسابقاتی که بوده بین 100 تا آقا رتبه اول به دست آوردم، این خانم یه خانم 38 ساله رتبه اول به دست آورده تو رانندگی، اما وقتی میشینم کنار همسرم دست و پا اینجوری میلرزه، انقدر این آدم گیر میده. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم make it safe، امنیت ایجاد کن، بذار در کنار تو احساس راحتی کنه، احساس آرامش کنه. از کجا معلوم که در کنارش، یعنی شما امنیت ایجاد کردی؟ وقتی که شما اولین نفری هستی که حرفای این آدم رو میشنوی، درد دلاشو به شما میگه، حرفاشو اسرارشو به شما میگه، وقتی که دوست داره با شما باشه، در کنار شما باشه و دوست داره زمان بیشتری در کنار شما، خیلی دوست دارن طرف بیاد، به قولی نه دوریشو تحمل میکنن نه نزدیک بودنشو، هستش اذیت میکنه، نیستش آدم دلش تنگ میشه. اما افرادی که امنیت ایجاد میکنن تو رابطه، وقتی نیستن آدم دلشون تنگ میشه، وقتی هم میان آدم دوست داره بیشتر بمونه، نمیگه خدا کنه بلند شه رو و اعصابمون خرد کرد. پس دست از انتقاد بردارید، دست از سرزنش کردن، توبیخ کردن، تحقیر کردن، دست از اینها بردارید. تحقیقات نشون میده که ما هیچ انتقاد سازنده ای نداریم. شما میخوای انتقاد کنی، میخوای ایراد بگیری که درست کنی دیگه، درسته؟ تحقیقات نشون میده که بر اساس پژوهش ها آیا انتقاد تأثیر دارد یا ندارد؟ بله تأثیر دارد. چه تأثیره؟ تأثیر مخرب داره. یعنی انتقاد تأثیری جز آسیب زدن و تخریب نداره. خیلی میگن آره انتقاد سازنده بکنی. خب سوال اینه، خب اگه انتقاد نکنم چیکار کنم؟ انتقاد نکنم که این تو ضعف‌ها و اشکالاتش میمونه گیر. آره،
ولی راه داره، راهش رو بذارید جلوتر خواهیم گفت. تو روش های ابراز وجود، روش های لیسنر، اسپیکر، پیام من دادن، شیوه های مختلف، من خواهم گفت که شما چطوری اون انتقاد رو مطرح کنید. اما الان داریم میگیم که وقتی در کنار شماست همسرتون، اجازه بدید که بیشترین لذت ها رو در کنار شما ببره، بذارید خودش باشه. داره مثلا بازی میکنه با تبلتش، شما گیر بشید، شاید مثلا همش سرت تو چیزه، هنسفری گوشی، هنسفری رو میگیره میکشه، خب شما جلوی این آدم دیگه نمیتونی هنسفری بذاری تو گوشی، دیگه نمیتونی با تبلت بازی کنی. ما نمیخواییم بگیم هیچ کاری به کار این نداشته باش، اصلا ولش کن، هیچ حرفی نزن، بذار اون آدم مثلا توی ضعف‌های خودش، مشکلات خودش غرق بشه. من اینو نمیخوام بگم، من میگم که ایجاد امنیت کنید تو رابطه، اجازه بدید که اون آدم خودش باشه. بنابراین وقتی که شما میتونی خودت باشی، خیلی از زوجین، خیلی از زوجین توی جلسات مشاوره به من میگن، میگن که دکتر من وقتی همسرم هست نمیتونم خودم باشم، مثلا خودم نیستم، من یه آدم دیگه‌ام. خیلیا سالها بعد از طلاق خودشونو پیدا میکنن. امروز با یه خانمی صحبت میکردم، از سوئد تماس گرفته بود، میگفتش که من حتی تا 5 سال بعد از ازدواج سایه همسرم پشتم بود، یعنی میخواستم مثلا غذا بپزم، رانندگی کنم، با بچه‌م حرف بزنم، همش میکنم اون الان یه چیزی میگه، در حالی که اون دیگه نیست، 5 سال از زندگی من رفته بیرون. اما چنان سایه رعب‌آور عمیق و تند و وحشتناکی داشت که 5 سال بعد از ازدواج من هنوز حضور شوم او رو احساس میکردم تو رابطم، هنوز نمیتونستم خودم باشم. یعنی وقتی از بیرون داشتم برمیگشتم تو خونه، از تدریس داشتم برمیگشتم، تدریس میکنم در سوئیس، در سوئد، ولی استراب منو میگیره و همه میگن تو چرا آروم نیستی؟ میگم همش احساس میکنم الان برسم خونه همسرم شروع میکنه ایراد گرفتن که تو الان کجا بودی، این چه وضعشه، نمیدونم چی، هی شروع میکنه انتقاد کردن و داد و فر. با اینکه 5 سال من طلاق گرفتم، الان میام یه کمی خوش باشم، استراب منو میگیره، وای نکنه این خوشی های من دوباره موقت. گاهی اوقات صبح از خواب بیدار میشم میگم که نکنه دارم خواب میبینم من جدا شدم، اصلا باورم نمیشه که این آدم از زندگی من رفته. ببینید گاهی اوقات آدم چقدر از جوجه تیغی بدتر میشه، یعنی همه هیکلش پر از تیغ میشه، خیر دیگه نداره این آدم، انقدر اذیت میکنه. پس تو رابطتون فضای امن و امان ایجاد کنید، بذارید اون آدم احساس امنیت کامل کنه، حتی اگه بدترین خطاها رو کرده، بدترین اشتباهات رو تو زندگیش کرده، بذارید شما راحت باشه، بیاد بگید یه نفر تو این کره زمین هست، یکی هست که من میتونم راحت حرفمو بزنم بهش. تو یکی از دانشگاه‌های ایران بودم تدریس میکردم، 3 ماه تابستون نرفته بودم، وقتی که وارد دانشکده شدم یکی از دانشجو فریاد زد استاد، دوید اومد شروع کرد گریه، که میگفت 3 ماه تابستون که شما نبودی من همش شما تو ذهنم بودی و من حرف میزدم گریه میکردم. میگم اگه تو همسر نداری؟ میگه چرا، ولی نمیشه باش حرف زد. ای بابا چرا باید یه آدمی تو رویای خودش یه فردی رو بسازه که بره باهاش بشینه درد دل بکنه؟ خب این بی‌عرضگی منه که من نتونستم اون فضای امن رو ایجاد کنم که او بیاد با من حرف بزنه. Make it safe to connect. فضای امنی رو در ارتباطتون ایجاد کنید.